أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم. باید علم خدا درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد. آیا کسانی که اعمال بد انجام میدهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟ چه بد داوری میکنند. کسی که امید به دیدار خدا و رستاخیز دارد باید در اطاعت فرمان او بکوشد، زیرا سرآمدی را که خدا تعیین کرده فرا می رسد و او شنوا و داناست. کسی که جهاد و تلاش کند برای خود جهاد می کند، چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند گناهان آنان را می پوشانیم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم. ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که برای من همتایی قائل شوی که به آن علم نداری از آنها پیروی مکن. بازگشت شما به سوی من است و شما را از آن چه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند آنها را در زمره صالحان وارد خواهیم کرد. و از مردم کسانی هستند که می گویند به خدا ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار می‌بینند آزار مردم را همچون عذاب الهی می‌شمارند، ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید می‌گویند ما هم با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در سینه‌های جهانیان است آگاه‌تر نیست؟ علماً خداوند مؤمنان را می‌شناسد و به یقین منافقان را نیز می شناسد. و کافران به مؤمنان گفتند شما از راه ما پیروی کنید، ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت. آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت. آنان به یقین دروغگو هستند. آنها بار سنگین گناهان خیش را بر دوش می کشند و همچنین بارهای سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود، و روز قیامت به یقین از تهمتهایی که می بستند سؤال خواهند شد. و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها 950 سال درنگ کرد، اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند. ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیتی برای جهانیان قرار دادیم. ما ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قومش گفت خدا را پرستش کنید و از عذاب او بپرهیزید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. ما غیر از خدا فقط بت‌هایی را می پرستید و دروغی به هم می بافید. آنهایی را که غیر از خدا پرستش می کنید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند. روزی را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوی او بازگشت داده می شوید. اگر شما مرا تکذیب کنید جای تعجب نیست. امتهایی پیش از شما نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند،
وظیفه فرستاده خدا جز ابلاغ آشکار نیست. آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس باز می گرداند؟ این کار برای خدا آسان است. بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند. یقینا خدا بر هر چیز تواناست. کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات می کند و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار می دهد و شما را به سوی او باز می گردانند. شما هرگز نمی توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و برای شما جز خدا ولی و یاوری نیست. کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند از رحمت من مایوسند و برای آنها عذاب دردناکی است. ما جواب قوم او ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا بسوزانید، ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می آورند. ابراهیم گفت شما غیر از خدا بت‌هایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت از یک دیگر بیزاری می جویید و یک دیگر را لعن می کنید و جایگاه همه شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود. لوط به او ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است. در اواخر عمر اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و نبوت و کتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است. و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است. یا شما به سراغ مردان می روید و راه تداوم نسل انسان را قطع می کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید؟ اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اگر راست میگویی عذاب الهی را برای ما بیاور. لوط عرض کرد پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما. هنگامی که فرستادگان ما از فرشتگان بشارت تولد فرزند برای ابراهیم آوردند گفتند ما اهل این شهر و آبادی را و به شهرهای قوم لوط اشاره کردند هلاک خواهیم کرد چرا که اهل آن ستمگرند. ابراهیم گفت در این آبادی لوط است. گفتند ما به کسانی که در آن هستند آگاه تریم، او و خانواده اش را نجات می دهیم جز همسرش که در میان قوم گناهکار باقی خواهد ماند. هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد. گفتند نترس و غمگین مباش، ما تو و خانواده‌ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که در میان قوم باقی می‌ماند. ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت. از این آبادی نشانه روشنی برای کسانی که می اندیشند باقی گذاردیم. ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من خدا را بپرستید و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین فساد نکنید.
آنها او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنان را فرا گرفت و بامدادان در خانه های خود به رو در افتاده و مرده بودند. ما طایفه عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم و مساکن ویران شده آنان برای شما آشکار است. شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند. قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم. موسی با دلایل روشن به سراغشان آمد، اما آنان در زمین برتری جویی کردند ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند. ما هر یک از آنان را به گناهشان گرفتیم، بر بعضی از آنها طوفانی از سنگ ریز فرستادیم و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فرو گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم. خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ولی آنها خودشان بر خود ستم می کردند. مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده، در حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند. خداوند آنچه را غیر از او می خوانند می داند و او شکست ناپذیر و حکیم است. اینها مثال هایی است که ما برای مردم می زنیم و جز دانایان آن را درک نمی کنند. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید. در این آیتی است برای مؤمنان: آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام می دهید می داند. اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند، و به آنها بگویید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و شما یکی است و ما در برابر او تسلیم هستیم. این گونه کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند و بعضی از این گروه مشرکان نیز به آن مؤمن می شوند و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. تو هرگز پیش از این کتابی نمی خواندی و با دست خود چیزی نمی نوشتی، مبادا کسانی که در صدد تکذیب و ابطال سخنان تو هستند شک و تردید کنند. ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد و آیات ما را جز ستمگران انکار نمی کنند. گفتند: چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو: معجزات همه نزد خداست، من تنها بیم دهنده ای آشکارم. آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود؟ در این رحمت و تذکری است برای کسانی که ایمان می آورند. بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه است. آنچرا در آسمان ها و زمین است می داند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیانکاران واقعی هستند. آنان با شتاب از تو عذاب را می طلبند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود عذاب الهی به سراغ آنان می آمد و سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند. آنان با عجله از تو عذاب می طلبند در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد. آن روز که عذاب الهی
آنها را از بالای سر و پایین پایشان فرا می گیرد و به آنها می گوید بچشید آنچه را عمل می کردید، روز سخت و دردناکی برای آنهاست. بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من وسیع است، پس تنها مرا بپرستید. هر انسانی مرگ را می چشد، سپس شما را به سوی ما باز می گردانند. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل کنندگان، آنها که در برابر مشکلات صبر و استقامت کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد. خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، می گویند الله. پس با این حال چگونه آنان را از عبادت خدا منحرف می سازند؟ خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست. و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد، می گویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، اما بیشتر آنها نمی دانند. این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است اگر می دانستند. گامی که سوار بر کشتی شوند خدا را با اخلاص می خوانند، اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می شوند. بگذار تا آنچه را از آیات به آنها داده ایم انکار کنند و از لذات زود گذر زندگی بهره گیرند، اما به زودی خواهند فهمید. آیا ندیدند که ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم، در حالی که مردم را در اطراف آنان در بیرون این حرم می رو بایند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟ کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند، قطعاً به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است.